شورای عالی مصالحه ملی میپذیرد که زلمه خلیلزاد در واپسین سفرش به کابل گفته است که طالبان در اصول برای شرکت در نشست استانبول مشکلی ندارند. با تاکید ورزیده است که طالبان به این دیدگاه رسیدند که پیروزی را از راه جنگ نمیخواهند. بس طالبایی بوده که اگر یک تفاهم نسبی، یک نشست مقدماتی محدودی صورت بگیره روی آجندا و روی بعضی مسائل، بهتر خواهد بود تا نشست استانبول منتج به نتیجه شود. اما افزایش خشونت ها نگرانی ها را درباره پیروز نشدن مذاکرات صلح بالا برده است. قربانی زیاد ولس ورکوی بی‌گناه ولس، کدی جمهوریت در طرف ده، کدی طالبان در طرف ده، بی‌گناه ولس تباه کیگی. تصمیم جنگ دامی جنگ هم اگر میگیره دیگر را میگیره، و اگر تصمیم صلح میگیره دیگر را میگیره، یا دوامدار یا موقتی با محال بین که خود ما متواصل به عمل شویم. به کارگیری ادبیات جنگ از سوی دو طرف از علتهای دیگر دانسته می شود که سبب افزایش خشونت ها شده است. شپه و ورځ چې تلویزیون نمر وینو په تلویزیونو کې دا خبرې دي چې زموږ مقابله د طالبانو سره په صحیح طریقه کولی سو، پیامونه دي د سولې وکړي. با این همه چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان نیز به انتقاد گرفته می شود. ترتیبات آینده افغانستان باید قسمی گرفته شود که با بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان که هر چیز متکی به اینها هست، در افغانستان بار دیگه جنگ دوباره آغاز نشود، جنگ بین الافغانی. پیش از این وزارت خارجه ترکیه گفته است که قرار است نشست استانبول پس از عید رمضان برگزار شود. اما شورای عالی مصالحه ملی به این باور است که انتظار می رود این نشست در هفته پسین ماه روان میلادی برگزار شود.